به کانال آشپزی با نارگول خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه سرکه سیب هستش. سرکه از جمله چاشنی های خوشتم و اسیدیه و بسیاری از خوراکی ها رو میتونیم با اون مزه‌دار کنیم و یکی از انواع سرکه های مفید سرکه سیبه که خواص درمانی زیادی داره و برای تهیه انواع سالات ها و ترشی ها میتونه کاربرد داشته باشه. مواد مورد نیاز: سیب حدود 3 کیلو، 3 قاشق غذاخوری شکر، 3 قاشق غذاخوری سرکه سیب، 20 تا دونه نخود، 3 قاشق چایخوری نمک، 1 ظرف شیشه‌ای و آب جوشیده سرد شده به میزان لازم. سیب ها رو بعد از اینکه تمیز شستیم و ضد عفونی کردیم داخل یه صافی قرار میدیم. آب اضافیش که گرفته شد و سطح روی سیب ها کامل که خوش شد، شروع میکنیم به خرد کردن. شما حتی از پوست سیب هم میتونید سرکه درست بکنید. فقط اینکه این قسمتش رو تمیز میکنید و دونه ها رو خارج میکنید. به این شکل بهتر سیبی که استفاده میکنیم برای سرکه سیب دو رنگ باشه، چون سرکه خیلی خوش رنگ تر میشه. شما حتی میتونید از سیب های ریز هم برای این سرکه استفاده بکنید. و نیاز نیستش که پوست سیب رو بگیری. البته منظورم از دو رنگ سیب این نیستش که یه سیب دو تا رنگ داشته باشه. اگر دیدیم سیبی لکه داره، لکه رو جدا میکنیم و بعد از اون خرد میکنیم. بعد از اینکه سیبا رو خرد کردیم و آماده کردیم داخل ظرف میریزیم. ظرفی که انتخاب میکنیم برای سرکه سیب بهتره که ظرف شیشه‌ای باشه. البته به روش سنتی از کوزه های سفالی استفاده می کردن. اگر شما داخل ظرف پلاستیکی بریزین، اسید موجود در سرکه باعث میشه که بافت ظرف رو از بین ببره و مواد شیمیایی حاصل از اون برای بدن مضر هستش. بعضی از کارخونه ها که با حجم زیاد سرکه سیب تولید میکنن برای اینکه سریعتر بتونن سرکه رو تهیه بکنن، میان سیب ها رو به صورت پوره در میارن که روی کیفیت سرکه تاثیر میذاره و سطح کیفیت سرکه رو میاره پایین. بعد از اینکه یه مقدار ریختیم، میان نخود ها و سرکه سیب رو اضافه میکنیم. سرکه سیب باعث میشه که عمل تخمیر سریعتر صورت بگیره. ما ظرف رو کامل پر نمی کنیم. حدود 1/5 ظرف باید خالی باشه. برای اینکه زمانی که داره سرکه آماده میشه، گازهایی که تولید میکنه باعث میشه که ظرف به حالت انفجار در بیاد. بنابراین نباید کامل پر باشه. 1/5 باید خالی باشه. نمک و شکری که داشتیم به آب جوشیده سرد شده اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. آبی که برای سرکه سیب استفاده میکنیم بهتره آب جوشیده سرد شده یا آب معدنی باشه، چون کلور موجود در آب باعث میشه که رو کیفیت سرکه تاثیر منفی بذاره.
بعد از اینکه خوب مخلوط کردیم اضافه میکنیم به ظرفی که داخلش تکای سیب رو ریختیم. کامل باید روی سیب رو بگیره. برای اینکه تکه های سیب روی آب قرار نگیرن و کپک نزنن، یک ترقیل رو به شکل دایره برش میزنیم و به وسیله سیخ یا میخ داغ یه سوراخ‌های رو ایجاد میکنیم. یه نخی داخل این سوراخ‌ها میندازیم و ترقی که به اندازه در ظرفمون هست روی سیب، روی تکای سیب قرار میدیم به این شکل. و برای اینکه ترق سر جای خودش باقی بمونه، یه سیخ چوبی رو بر میداریم و این نخ رو به این شکل دور سیخ میپیچیم و گره میزنیم، محکم میکنه و گره میزنیم. دو تا گره میزنیم که محکم بشه. بعد از اون یک پارچه رو، اگه در ظرف رو بذاریم گازهای ایجاد شده ممکنه انفجار حاصل بکنه، یه پارچه رو روی در ظرف قرار میدیم و به وسیله کش در ظرف رو محکم میکنیم به این شکل. بعد از این مرحله میایم یک پارچه رو دور ظرف میذاریم، چون این ظرف رو باید در جای تاریک و گرم بذاریم. این پارچه رو دورش قرار میدیم که هم گرم باشه هم نور بهش نخوره و سرکه به عمل بیاد. بس در جای تاریک و گرم قرار میدیم. 10 روز اول 2-3 بار میایم در ظرف رو باز میکنیم با یک قاشق چوبی به هم میزنیم. حالا تو 10 روز اول 1 روز در میون یا 2 روز در میون چند بار این کار رو تکرار میکنیم و سیبا رو جا به جا میکنیم. بعد از 30 روز در ظرف رو باز میکنیم دیگه نیازی به ترق نیست. پارچه رو روش قرار میدیم، با کش محکم میبندیم، میذاریم تا 2 هفته دیگه باقی بمونه به همین شکل. بعد از 45 روز در ظرف رو باز میکنیم، سرکه آماده است، از یه ساقی عبور میکنیم که هیچ گونه ناخالصی داخلش باقی نمونه. دوباره از یک کیسه یا پارچه نخی عبور میدیم. به این شکل. سرکه سیب آماده شد. سرکه به تدریج رنگش تغییر میکنه. هر چقدر که زمان بگذره رنگش هم عوض میشه. این هم سرکه سیبی هستش که پارسال گرفتم و هنوز دارم ازش استفاده میکنم. امیدوارم این آموزش مفید واقع بشه. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.
ممنون و متشکرم.